خامنه ای طی که انجام داد تکلیف محمد جواد ظریف محمود احمدی نژاد و مصطفی تاجزاده را مشخص کرد او در چهارمین فراز از سخنرانیش به موضوع انتشار عمومی مصاحبه بهرمانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پرداخت و اون رو خطای بزرگ خوند رهبر جمهوری اسلامی گفت اخیرا حرفهایی هم از برخی مسئولان شنیده شد که تاسف بار بود اینکه تکرار حرفهای خسمانی دشمن و آمریکا انجام بشه اشاره او بدون نام بردن از محمد جواد ظریف به انتشار مصاحبه محرمانی اخیر وزیر امور خارجه بود روز یکشنبه این هفته یک فایل صوتی از گفتگویی که وزیر امور خارجه ایران ششم اسفند سال گذشته انجام داده بود به رسانه ها راه یافت این مصاحبه که در قالب برنامه با عنوان تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید زیر نظر حسام آشنا برگزار شده به گفته وزارت امور خارجه بیش از هفت ساعته اما تنها سه ساعت از اون برای رسانه ها و روزنامه نگاران زیادی در داخل و خارج کشور ارسال شده بود وزیر امور خارجه در این مصاحبه حقایقی رو در رابطه با نقش قاسم سلیمانی و روسیه در سنگاندازی مقابل برجام و پیشرفت دیپلماسی ایران و شلیک به هواپیمای اوکراینی مطرح کرده بود. محمد جواد ظریف در این مصاحبه انتقادات بی سابقی را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت حکومت ایران میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح داده و قاسم سلیمانی فرمانده میدان نظام را به وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرد. ظریف همچنین قاسم سلیمانی را متهم کرد که در مسیر تلاش های دولت روسیه برای نابود کردن دستاوردهای برجام دولت روحانی با مسکو همراه بود و با اراده روسیه موجب درگیری بیشتر ایران در جنگ سوریه شد انتشار این مصاحبه با انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و رسانه های نزدیک به سپاه همراه شد و برخی از آنها خواستار برخورد غذایی و امنیتی با محمد جواد ظریف شدند در پی افزایش انتقادات حسن روحانی رئیس جمهور ایران اقدام به برکناری حسام دین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری که مسئولیت تهیه این گفتگو رو بر عهده داشت کرد. قوه قضاییه هم اعلام کرده که 15 نفر از عوامل مرتبط با تهیه این فایل صوتی رو ممنوع خروج کرده. حال رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی عمومیش پس از انتشار این مصاحبه ضمن تعریف از قاسم سلیمانی و مقایسه او با امام اول شیعیان مدعی شد که دشمنان مدت‌هاست از نفوذ نیروی قدس در منطقه ناراحت هستند و نیروی قدس مهمترین عامل برای جلوگیری از دیپلماسی منفعلانه در غرب آسیا است. او همچنین تاکید کرد اینکه بخشی بیاد و بخشی دیگه رو نفی کنه اصلا معنایی نداره و نباید از مسئولان جمهوری اسلامی چنین رفتاری سر بزنه. علی خامنه ای در بخشی از این سخنرانی تاکید کرد سیاست خارجه کشور در وزارت امور خارجه تبیین نمیشه وزارت امور خارجه فقط مجریه مجمع عمومی اصلاح طلبان محمد جواد ظریف رو با بالاترین رأی به عنوان نامزد احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو معرفی کرده بودند اما با سخنان رهبر جمهوری اسلامی احتمالا حیات سیاسی ظریف به پایان رسیده وزیر امور خارجه از شیر دختر قاسم سلیمانی هم عذرخواهی کرده بود او در پستی که در اینستاگرامش نوشته سخنانش در فایل صوتی رو صادقانه خونده ولی گفته که اگه میدونستم جمله از اون عرایز انتشار عمومی پیدا میکنه حتما همچون گذشته اون رو به زبان نمی آوردم وزیر خارجه تأکید کرده که این سخنان رو بدون هیچ گونه قصدی برای انتشار وسیع و یا حتی محدود اون مطرح کرده و به طور مکرر به تمجید از نقش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پرداخته ظریف در ادامه عدهای رو متهم کرد برخی هم تلاش کردن از این شرایط ناگوار وسیله ای برای برهم زدن همدلی میان آهاد مردم دلاور این مرز و بوم و یا ابزاری برای اهداف کوتاه سیاسی بسازن. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خودش خیلی کم و کوتاه به انتخابات پرداخت اما در بین همون جملات کوتاه حکم به رد صلاحیت مصطفی تاجزاده و محمود احمدی نژاد داد. او در این بخش تاکید کرد انتخابات رو با حرفهای بیهوده و وعده های فریبنده نباید خراب کرد. کسانی که میخوان در این کارزار شرکت کنند واقعا فکر کنن و برنامه به مردم ارائه بدن. مصطفی تاجزاده هشتم اردی بهش ماه در یک اتاق در شبکه اجتماعی کلاب هاوس در مورد انتخابات پیشرو و سیاستهاش صحبت کرده بود. دو فراز از سخنان او که با توجه افکار عمومی مواجه شده بود در خصوص رهبر جمهوری اسلامی بود این نامزد احتمالی انتخابات پیش رو گفته بود رهبری باید به حرف مردم گوش بده ما کره شمالی نیستیم که مردم رو وادار کنیم مانند رهبری فکر کنن اگه فضا بسته بشه انفجار رخ میده ما تلاش میکنیم این فضا بسته نشه اگه رهبر کمک کنه از او قدردانی میکنیم معیار خوشایند یا بدایند رهبری نیست به من میگن یه کاری نکن رهبری بدش میاد من هم میگم رهبری هم فلان کار رو کرد من بدم اومد مصطفی تاجزاده در بخش دیگه هم تأکید کرده بود که افزودن ولایت فقیه به قانون اساسی بزرگترین اشتباهشون بوده و او امیدواره که با همکاری رهبر فعلی این اشکال رو رفع کنه حال رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنان تاجزاده بدون اشاره به نام او گفت برخی کسانی که در این میدان انتخابات وارد شدند بدون اینکه محاسبه درستی کرده باشند وعده هایی میدن که نباید اینگونه باشه باید برنامه داشته باشند تا در نظر کارشناسان حرفهاشون نادرست نباشه علی خامنه ای در ادامه سخنان خودش گفت مستاق این برای مخاطبان اصلی میتونه حمله بر محمود احمدی نژاد بشه گاهی برخی حرفهایی میزنن که مشخص قانون اساسی کشور رو قبول ندارن اگه کسی میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه باید اسلام و قانون اساسی و اصول اون رو قبول داشته باشه جز این اگه باشه که فرد شایسته ریاست جمهوری نیست. عبدالله گنجی سردبیر روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حرفهای ظریف در فایل صوتی رو ناشی از عصبانیت او از احساس کمتری و تأخیر شدگی میدونه. سردبیر این روزنامه نتیجه گرفته که ظریف عضوی از دولت آشفتگی در دولت ما یعنی اینکه یک مسئول دولت مصاحبه کنه، یکی مسئول ثبت تاریخی اون باشه و دیگری مسئول نشر غیر مسئولانه اون بشه. توقع از مسئولان امنیتی اینه که قده چرکین موجود در دولت رو جراحی کنن و دولت هم از کسانی که مدعی سرسله‌های نفوذ در دولت بودن و مورد اتهام قرار گرفتن عذرخواهی کنه گذشته از همه حرف و هایی که بر سر سخنان ظریف و این فایل صوتی وجود داره پرسش اینه که کدوم نهاد باید این قده چرکین رو علاج کنه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این نهاد موازی مانند دیگر نهادهای غیر موازی اگه میتونست فکری به حال انفجارهای پی در پی در تأسیسات اتمی و مراکز استراتژیک نظام و آرشیوهای سرقت شده و کشته شدن متخصصان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران میکرد که هیچ کدوم از این اقدامات بدون دخالت عوامل داخلی ممکن نبوده با همه اینها اما بحث نامزدی ظریف در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داغتر شده و رسانه های حامی دولت و اصلاح طلبان از دو قطبی دیپلماسی میدان حداکثر استفاده رو برای برجسته‌تر کردن موقعیت شخصی انجام میدن که حتی پس از سفر اسد به تهران و استعفای اینستاگرامی شو سپس پس گرفتن اون در همون اینستاگرام هم تا این حد خار و خفیف نشده بود در این دوگانگی و دو قطبی سازی که هم اصولگرا و هم اصلاح طلب بدون اجازه خامنه ای آب نمیخورن خبرگزاری ایرنا به نقل از جبهه اصلاحات گزارش داده که ظریف در صدر فهرست نامزدهای پیشنهادی اصلاح طلبان برای این انتخابات قرار گرفته. سپاس از اینکه کانال چه خبر را دنبال می کنید. لطفا کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید تا از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر شوید. پاینده باشید.